کدوم یکی از عبارات شده جمله زیر را به نادرستی تکمیل میکنه میگه قطعات یاخته موجود در تاثیر مقابل میتونن از یاخته های بزرگ با دانه های فراوان توی میان یاخته ایجاد بشن شک داره چی به ما نشون میده شک داره فرایند لخته شدن رو نشون میده حالا پس میگیم قطعات یاخته ای مثلا چیا گرده ها یا همون پلاکت ها میگه میتونن از یاخته های بزرگ بله مگاکاریوسیت ها که بزرگ و دانه های فراوان دارن میگیم گرده ها از اونا تشکیل میشن پس این درسته ما دنبال چیم؟ نادرستیم پروتئین های نامحلولی که توی این شکلن در اثر ترشح آنزیم پروترومبیناز به ترومبین تبدیل بشن میگه پروتئین های نامحلول ببین ما میگیم پرو ترومبین تبدیل میشه به ترومبین یا فیبرینوژن تبدیل میشه به فیبرین ببین این که میگم تبدیل میشه یعنی چی؟ یعنی از حالت محلول بودن خارج میشه به نامحلول بودن تبدیل میشه حالا میگه پروتئین های نامحلول نامحلول مثلا, ترمبین پروتو... مثلا ترومبین میگه در اثر آنزیم پروترومبیناز به ترومبین تبدیل میشه ترومبین به ترومبین تبدیل میشه یا فیبرین به ترومبین تبدیل میشه هیچ کدومشون پس هیچ کدوم از این دوتا پروتئین نامحلول ما به ترومبین تبدیل نمیشن یکشون که خود ترومبینه یکشون که فیبرینه پس همین نادرسته سله خونی که میگه اینجا نشون داده شدن میتونن آنزیم پیداورنده کربونیک اسید داشته باشن کاملا سعی گلوبول های قرمزی که اینجا میتونن لخته خون رو ایجاد کنن میگه رشته های پروتئینی که توی اینجا هستن به کمک سایر عوامل تو تشکیل لخته خون در محل زخم موثرن رشته های پروتئینی مثل چی فیبرین فیبرین به وسیله یا به کمک سایر عوامل میتونه گلوبلای قرمز رو هم همدیگه وسع کنه و لخته خون رو ایجاد کنه پس یک درسته سه درسته چهار درسته دو نادرسته و گزینه مورد انتظار ما هم هست